در ابتدای سال 99 بسیاری از اقتصاددانان نسبت به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می‌دادند و تورم‌های سه‌رقمی رو با توجه به تداوم تحریم نفتی و شوک کرونا دور از ذهن نمی‌دونستند. در همون زمان پیشنهاداتی ارائه شد که یکی از اونها فروش اوراق بدهی دولت بود تا بتونه از این طریق کسری بودجه خودش رو تامین بکنه. در عمل این اتفاق افتاد و از خرداد ماه دولت دست به فروش اوراق بدهی زد و تونست بخش قابل توجهی از کسری بودجه خودش را از این طریق تامین کنه. اما اگر این اوراق نبودند اقتصاد ایران چه وضعیتی داشت؟ تورم ما الان چه وضعیتی رو داشت؟ در اینجا استدیو اکو ایران هستیم و گفتگویی رو داریم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاددان. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ممنونم از اینکه با ما هستین. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، چون خیلی از بینندگان ما ممکنه که آشنایی کاملی با سازوکار فروش اوراق بدهی دولت نداشته باشن، ممنون میشم در ابتدا اصلا یه توضیحی بدین که این اوراق حالا چی هستن، ماهیتاً خرید و فروشش به چه شکل انجام میشه. ممنون میشم. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. در رابطه با اوراق دقت بفرمایید که ما یک سنت 50 ساله‌ای داشتیم در کشور که تعداد خیلی معدودی از اقتصاددانان بنا دارن که این سنت 50 ساله رو بشکنند. سنت 50 ساله ما به این صورت بوده که کسری بودجه دولت خیلی سنگین بوده. بله. دلیل این کسری بودجه سنگین هم این بوده که ما اولا آتش به سمت توسعه داشتیم، یعنی می‌خواستیم که از طریق سرمایه‌گذاری دولتی هر چه سریع‌تر به سرمنزل توسعه برسیم. این نکته اول بوده. نکته دوم این بوده که تصورمون این بوده که منابع کافی هم در اختیار داریم. چرا؟ برای اینکه فروش نفت داشتیم، فروش ثروت داشتیم و از طریق صادرات حاصل از فروش ثروت سعی می‌کردیم که کسری بودجه ریالی دولت رو بپوشونیم. این کل ساختاری که الان خدمت شما بنده توضیح دادم یک ساختار باطلی هست. یعنی اینکه همونطور که شما اگر که یک بوته‌ای رو بکارید یک روزه به درخت تنومندی تبدیل نمیشه و شما نمیتونید در عرض دو روز سه روز با مثلا با آب بیشتر یا کود بیشتر یک بوته رو تبدیل به یک درخت بکنید، و همون صورت هم عجله در توسعه متاسفانه میتونه عواقب سنگینی داشته باشه. این یک نکته بود. نکته دیگر این بود که اصلا تبدیل بودجه ارزی به بودجه ریالی یک کار اشتباهی بوده، یک کار عبثی بوده که نتیجهش دو تا نتیجه داشته. یکی این که بیماری هلندی به وجود آمده، یعنی به واردات کالای خارجی سوبسید داده شده. یک نکته این هست. نکته دیگر این هست که خب این از اون طرف باعث تورم می شده، یعنی یک مقدار از این بودجه تبدیل به پای پولی می شده و پای پولی تبدیل به نقدینگی می شده، یعنی یک رابطه با نقدینگی داشته و این در واقع تبدیل به تورم می شده در نهایت. حالا صحبت اینجا هست که اگر ما راه سایر کشورهای دنیا رو می‌رفتیم، مثل وضعیتی که الان مثلا اقتصاد امریکا داره یا اقتصاد ژاپن داره، این کشورها هم کسری بودجه سنگین دارن، اما کسری بودجهشون رو از محل دیگری تأمین می‌کنن. کسری بودجهشون رو از محل پایه پولی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأمین نمی‌کنن، بلکه از جامعه تأمین می‌کنن، از جامعه استقراض می‌کنن، یعنی کسری بودجه رو شفاف می‌کنن. همین باعث میشه که نظارت بر دولت از طرف عموم افزایش پیدا کنه. همین باعث میشه که شفافیت بودجه هم افزایش پیدا کنه. اگر واقعا میخواستیم ساماندهی بودجه داشته باشیم، باید کل کسری بودجهمون رو، تاکید میکنم کل کسری بودجهمون رو، میبایست از محل فروش اوراق تامین میکردیم. اما آن چیزی که در سال 1199 اتفاق افتاد، من یک مقداری روایتی که شما فرمودید رو باید تصحیح کنم. در ابتدای سال 1199 اکثر سیاستگزاران اقتصادی کشور و اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که به دلیل بحران کرونا ما مجوز داریم که اقدام کنیم به پول پاشی در اقتصاد، و متاسفانه این قضیه صورت گرفت. یعنی همونطور که شما فرمودید، حتی نامه ای نوشته شد که البته بخشی از این نامه به اوراق هم اشاره شده بود، ولی در این نامه به عنوان مثال سپرده قانونی توصیه شده بود سپرده قانونی کاهش پیدا کنه، به نحوی توصیه شده بود که پای پولی افزایش پیدا کنه. در واقع به این صورت بود که
گفته بودن که از محل صندوق توسعه ملی برداشت بشه. خب این برداشت که نمیتونه صورت بگیره، منظور این بود که از پای پولی استفاده بشه برای جلوگیری از بحران کرونا، و همین باعث شد که اتفاقا رشد پایه پولی ما و رشد نقدینگی ما از کوریدور بلند مدت خودش خارج شد و میتونست و میتواند به فاجعه منجر بشود. من تأکید میکنم این قضیه رو، تقاضا دارم از کارشناسان محترم اقتصادی، از سیاستگزاران محترم دولتی تقاضا دارم که روند نقدینگی رو در سال 1399 مورد توجه قرار بدهند. ما زیاد فرصت نداریم. اما وقتی عواقب این پول پاشی مشخص شد که ملاحظه فرمود که بازار سرمایه به آتش کشیده شد، به شدت رشد کرد و حالت انفجار رشد انفجاری داشت، از 13 خرداد 1399 وزارت اقتصاد مخالفت‌های سنگینی که با فروش اوراق داشت رو متوقف کرد و اقدام به فروش اوراق کرد. این فروش اوراق 2 ماه بیشتر دوام نیافت و همین 2 ماه البته باعث شد که یک مقداری از رشد سرسام آور نقدینگی جلوگیری کنه. اگر که ما فروش اوراق رو مثل سایر کشورهای جهان به صورت هفتگی یا ماهانه ادامه میدادیم، یک روند مشخصی داشتیم، برنامه ریزی داشتیم، خیلی وضعیتمون امروز بهتر بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که باز مجددا متاسفانه دولت ممانعت کرد از فروش اوراق تا 2 ماه آخر سال. 2 ماه آخر سال مشخص شد که دیگه گاو بازار سرمایه رو نمیشه بیشتر از این دوشید و این سیاست نادرستی که ما داشتیم، یعنی سیاستی بود که از تبدیل ارز خارجی به پایه پولی، حالا چه فروش نفت چه صندوق توسعه ملی، برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کردیم. در سال 99 سیاست جدیدی هم آمد که فروش سهام در بازار. من تأکید می‌کنم فروش سهام در بازار منبع مطمئنی برای تامین کسری بودجه دولت نیست. بنابراین اگر بخوام پاسخ سوال شما رو در یک جمله عرض کنم، این هست که اگر دولت در 2 ماه خرداد و مرداد و همچنین در 2 ماه بهمن و اسفند اقدام به انتشار اوراق نمی کرد، وضع ما به مراتب بدتر می شد. اما این انتشار اوراق هم با برنامه ریزی و به درستی انجام نشد متاسفانه. آقای دکتر، توضیحاتتون خیلی خوب بود، ممنون میشم که در ادامه صحبتاتون راجع به خود سازوکار فروش اوراق هم یه توضیح برای بینندگان ما بدین. بله، ببینید فروش اوراق هم در ایران متفاوت هست با سایر کشورهای جهان. در سایر کشورهای جهان یک سری بنگاه‌های بزرگ هستند که مورد اعتماد خزانه‌داری قرار دارند، تحت عنوان پرایمری دیلرز یا معامله‌گران اولیه. اوراق به این معامله‌گران اولیه تقدیم میشه در یک مکانیزم آکشن یا حراج و این معامله‌گران اولیه این اوراق رو تعهد میکنن که این اوراق رو خریداری کنن و بعد و پس از خریداری اوراق این اوراق رو در جامعه به فروش میرسانن و بخشی از این اوراق رو اتفاقا بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز خریداری میکنه. یعنی به طور غیر مستقیم بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه دولت رو هم تأمین میکنه، ولی این رابطه مستقیم بین دولت و بانک مرکزی به درستی در کشورهای پیشرفته جهان قطع شده که متاسفانه در کشور ما اصلا یک اتحاد دولت و بانک مرکزی متاسفانه وجود داره که کار به اینجا رسیده. اما این خب مکانیزم جهانی بود، مکانیزم موفقی هست، در بسیاری از کشورهای جهان پاسخ داده. در کشور ما چگونه است؟ در کشور ما در واقع اوراق وسیله‌ای شده برای استفاده از نظام بانکی، یعنی اوراق یعنی همون ساختار سابق تقریبا ادامه پیدا کرده متاسفانه و اون این هست که اوراق رو به نظام بانکی تحمیل می کنن. حالا تفاوت چه هست در سایر کشورهای جهان چگونه انجام میشه؟ تفاوت اینجاست که در سایر کشورهای جهان عرضه و تقاضا در بازار نرخ بهره رو تعیین میکنه، هرچند که بانک مرکزی بعد میاد سیاست گذاری میکنه و نرخ مطلوب خودش رو بالاخره در بازار تحمیل خواهد کرد. این سیاست گذاری پولی به همین معناست. اما در کشور ما اوراق به بازار عرضه نمیشه، در مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیست که اوراق الان فروخته میشه. بله. و این اتفاقا این شرایط دقیقا معکوس شرایطی است که متأسفانه فعالان بازار تحلیل کردن. یعنی فعالان بازار تحلیلشون این هست که وقتی دولت اوراق منتشر میکنه به بازار سرمایه صدمه وارد میشه، چون بخشی از منابع بازار سرمایه خارج میشه، در حالی که معکوس این هست وقتی دولت در حال حاضر وقتی دولت
اوراق منتشر میکنه، اقدام به خرب نقدینگی میشه از طرف نظام بانکی و پس از اون از طرف بانک مرکزی پای پولی به وجود میاد و این اتفاقا میتونه به نفع بازار سرمایه باشه. اگر بازار سرمایه ما در ماه‌های پایانی سال وضعیت خوبی نداره، به خاطر رشد سرسام‌آوری بود که در نیمه اول سال داشت. بله ممنونم. حالا با توجه به صحبت‌هایی که در قسمت اول داشتین، به نظر شما اگر که این فروش اوراق اتفاق نمی‌افتاد، واقعاً تورم سه‌رقمی برای ما محتمل بود و اساساً چه مزیتی برای دولت و اقتصاد داشت؟ این حالا هم بازه کوتاهی هم که این فروش اوراق صورت گرفت. بله ببینید، واقعیت این هست که اوراق یک ابزار ضد تورمی تأمین کسری بودجه است و پایه پولی یک ابزار تورمی کسری بودجه است. شما باید شرایط اقتصادی رو بسنجید. اگر که شرایط اقتصادی به سمت رکود و دیفلیشن یعنی تورم منفی گرایش داره، اتفاقا میشه از پایه پولی برای تامین کسری بودجه استفاده کرد. اما اگر که شرایط مثل شرایط کشور ماست که نه فقط تورم بالاست، بلکه نرخ تورم در حال رشد، نقدینگی در حال رشد، پایه پولی در حال رشد، ما باید مطلقاً تامین کسری بودجه از محل پایه پولی، چه مستقیم چه غیر مستقیم، یعنی مثلا از محل فروش نفت، یعنی مثلا از محل صندوق توسعه ملی، باید کلن کاملا متوقف بشه و فقط و فقط از محل اوراق تأمین کسری بودجه صورت بگیره. من برداشتم این هست که در سال 1399 یک چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر شد که اگر این 100 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر نمی‌شد و مجدداً از محل پایه پولی کسری بودجه دولت تأمین میشد، شاید یک چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومان ما نقدینگی جدید در جامعه می‌داشتیم و این 700 هزار میلیارد تومان یعنی اینکه یک چیزی حدود مثلا اگر که نقدینگی رو 3000 میلیارد تومان تا 3500 میلیارد تومان بدونیم، یعنی یک چیزی که حدود یک پنجم به رشد نقدینگی امروز اضافه میشد. یعنی اگر رشد نقدینگی ما الان یک چیزی نزدیک به 40% هست، رشد نقدینگی به 65% افزایش پیدا میکرد. البته بعید میدونم تورم سه‌رقمی میشد، ولی تورم از همین مقداری هم که الان هست بالاتر میرفت. درسته. خیلی ها نسبت به هزینه های آتی این نوع تامین مالی هشدار میدن و میگن که دولت بعدی باید تاوان دولت فعلی رو بده و به همین دلیله که در دیگر اضلاع قدرت یه موانعی رو برای حالا این نوع تامین مالی به وجود میارن. شما نظرتون چیه در این رابطه؟ بله ببینید، ما نظراتی که واقعا هیچ پایه علمی نداره در بین جناح‌های سیاسی خیلی خوب نشر پیدا می‌کنه. حالا دلیل این چه هست رو بنده نمی‌دونم، ولی یکیش همین مورد هست. دقیق بفرمایید، الان تورم انتظاری ما در جامعه یه چیزی بین شاید بگیم 30 تا 50%، یعنی من بعید می‌دونم هیچ مقام دولتی، هیچ فرد، هر فردی هم که بخواد از دولت حمایت کنه این اعتقاد رو داشته باشه که نرخ تورم انتظاری ما زیر 30% هست. خب نرخ اوراق ما چقدر هست؟ نرخ اوراق ما یک چیزی بین 20 تا 22% هست. خب یعنی چه؟ یعنی اگر که ما درس یک اقتصاد کلان رو بدونیم، باید نرخ واقعی اوراق رو حساب کنیم. نرخ واقعی اوراق هست نرخ 22% منهای نرخ تورم انتظاری که 30% هست. یعنی نرخ واقعی اوراق منهای 8% هست. یعنی مطلقاً این اوراق در حالت فعلی، در شرایط فعلی اصلاً باری روی دوش دولت آینده نخواهد بود، که برعکس تورم انتظاری رو کنترل میکنه و وضعیت رو به ثبات میرسونه و دولت آینده میتونست از این بیشتر بهره‌مند بشه. متاسفانه به نظر میرسه که افرادی که مشاوره اقتصادی به جناح‌های سیاسی میدن از بیسیک و اون اصول پایه علم اقتصاد هم متاسفانه آگاهی ندارن و به اینجا کشیده میشه که مثلا 100 هزار میلیارد تومان یا توصیه ما که 300 هزار میلیارد تومان فروش اوراق بود رو نادیده میگیرن، برای بزرگ میبینن، ولی انتشار پایه پولی، رشد پایه پولی، رشد سرسام‌آور نقدینگی که داره اتفاق میفته رو متاسفانه نادیده میگیرن. مجددا تاکید میکنم اوراق مطلقا هزینه برای اقتصاد الان فروش اوراق تا وقتی که نرخ بهره واقعی اوراق منفی هست نداره و از اون طرف افزایش پایه پولی میتونه به فاجعه در کشور ما بیانجامه.
بله، فروش اوراق چه تأثیری بر نرخ بهره بین بانکی داره؟ چطوری روش تأثیر میذاره؟ ممنون میشم برام توضیح بدین. بله، ببینید سیاست انبساطی بودجه‌ای که همین فروش اوراق هست برای تامین کسری بودجه، تأثیری که داره این هست که مقدار اوراق در جامعه افزایش پیدا میکنه و اگر که ما بازده مثلا کوپن اوراق یا اون سود نقدی که اوراق تقدیم میکنه رو تقسیم بکنیم بر قیمت روز بازار، متوجه میشیم که قیمت نرخ بهره اوراق یا نرخ سود اوراق با سیاست انبساطی بودجه افزایش پیدا میکنه. این وظیفه بانک مرکزیه که نرخ خودشو دیکته بکنه. بانک مرکزی اعلام کرده که ما عملیات بازار باز داریم. به نظر میرسه خیلی اینجا مشکل وجود داره. یعنی یک کاری رو شروع کرده بانک مرکزی تحت عنوان عملیات بازار باز، اما به نظر میرسه که تمامی کارشناسان و مشاوران و مسئولان عالی رتبه بانک مرکزی اصلا آشنایی نداره عملیات بازار باز چه هست. یعنی یک کوریدور نرخ بهره تعریف کردن و وقتی که به سقف و کف این کوریدور نرخ بهره نرخ میرسه، اون وقت بانک مرکزی واکنش نشون میده، اصلا عملیات بازار باز نیست. این در واقع به یک نحوی یک تقویتی روی کوریدور نرخ بهره است. بله، ببینید این قضیه صورت گرفته، پس عملیات بازار باز مطلقا وجود نداره. شرط عملیات بازار باز هدف‌گذاری نرخ بهره است، یعنی سیاست گذار پولی مستقل ما باید داشته باشیم. خب این رو هم که نداریم. بله، پس بنابراین این وضعیت یک وضعیت واقعا اختشاشی هست که در سیاست گذاری بودجه و سیاست گذاری پولی داریم و اینکه نتیجه در نهایت به کجا میرسه مشخص نیست. پس پاسخ شما را اگر در یک جمله بخوام عرض کنم این هست که بله، وقتی که اوراق منتشر میشه نرخ بهره افزایش پیدا میکنه و اتفاقا در شرایط فعلی جامعه ما افزایش نرخ بهره نه فقط به ضرر ما نیست بلکه به نفع ما خواهد بود، اما در نهایت این بانک مرکزی هست که باید در سطح عملیات بازار باز افزایش بیش از حد نرخ بهره رو کنترل بکنه که به نظر نمیرسه که فعلا آشنایی کافی با سیاست گذاری پولی و هدف گذاری نرخ بهره در جامعه وجود داشته باشه. به نظر شما تأثیر این اوراق بر بازار سرمایه چیه و به نظرتون با این فروشی که دولت در حالا آخرای سال 99 داشت در سال 1400 چه تأثیری بر بورس داره؟ بله، بر بازار سرمایه به باور بنده در میتونه تأثیر روانی کوتاه مدت منفی داشته باشه. عرض کردم چون فعالان بازار به نظر میرسه که مانند اقتصاددانان ما با این مکانیزم اوراق آشنایی کافی ندارن. و برداشت این هست که انتشار اوراق در ایران همون شرایطی است که در سایر کشورهای جهان است. من یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. ببینید انتشار اوراق در ماه‌های پایانی سال درست کار صحیحی نبود، یعنی باید در طول سال این اوراق به طور یک نواب توزیع می‌شد. بله. نه اینکه شما تا آخرین لحظه مقاومت کنید و در لحظه آخر سعی کنید که اوراق رو با حجم بالا به فروش برسونید و نتوانید این کار رو انجام بدید. اما از محل بازار سرمایه این اوراق به فروش نرفته. چرا عرض می‌کنم این رو؟ به خاطر اینکه نرخ اوراق افزایش پیدا نکرده. اگر نرخ اوراق افزایش پیدا می‌کرد، اگر نرخ بهره افزایش پیدا می‌کرد، می‌توانست تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشه. هرچند این تأثیر منفی به نظر من بسیار محدود بود، اما می‌توانست تأثیر منفی داشته باشه. اما نرخ اوراق مطلقاً تغییر نکرده در این ماه‌ها. این رو باید بپذیریم. پس بنابراین تأثیری اصلا تأثیر واقعی بر بازار سرمایه نداشته. متأسفانه عرض کردم خدمتتون این اوراق که منتشر میشه در شرایط فعلی در واقع داره از محل خلق پول این اوراق صورت میگیره و این خلق پول میتواند به سمت بازار سرمایه بیاید. اما چرا باز به سمت بازار سرمایه اوراق نمیاد؟ چون اعتماد در بازار سرمایه از بین رفته. به محض اینکه اعتماد به بازار سرمایه برگرده، شما میبینید که عواید حاصل از اوراق که دولت ببینید دولت وقتی اوراق منتشر میکنه بلافاصله این رو خرج میکنه. یعنی شما تصور نفرمایید که مثلا دولت امروز اوراق منتشر میکنه، مثلا این عواید حاصل از اوراق رو مثلا دو ماه تو حسابش نگه میداره، مثلا از بانک ها میاد سود میگیره. اصلا چنین چیزی نیست. بلافاصله وقتی اوراق منتشر میشه بلافاصله خرج میشه. این که خرج میشه این پول وارد جامعه میشه. حالا اگر شرایط بازار سرمایه مناسب باشه این پول وارد بازار سرمایه میشه، اگر مناسب نباشه جای دیگه میره، مثلا به بازار ارز ممکنه بره یا به بازار کالا و خدمات ممکنه بره. الان شما ملاحظه میفرمایید که پس از اینکه همه بازارها قیمتاشون پر شده، یعنی مثلا الان قیمت مسکن تا حدودی گران هست، اگر نسبت به اجاره بسنجید قیمت مسکن بسیار گران هست، قیمت خودرو بسیار گران هست، قیمت ارز اگر سیاست ارزپاشی از سوی دولت صورت بگیره گران هست،
در این شرایط این نقدینگی که وارد جامعه می شود به سمت بازار دارایی ها دیگه نمیره، چون وضعیت بازار سرمایه هم که مناسب نیست و متاسفانه تبدیل به تورم خواهد شد. من هشدار میدم، تقاضا میکنم از مسئولان محترم، نه به خاطر حرفی که یک اقتصاددان تنهایی داره میزنه در این کشور، به خاطر تجربه که خودشون کردن در چند سال گذشته، تقاضا دارم از مسئولان محترم که در ماه‌های آینده بیش از آن که به فکر تحولات سیاسی باشن، به فکر انتخابات باشن، بیشتر از اون به فکر کنترل نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی باشن. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، شما برای سال 1400 هم این تداوم این روش رو توصیه می‌کنید، حالا این فروش اوراق رو؟ بله، ببینید، من عرض کردم خدمتتون در شرایط تورمی، در شرایطی که پای پولی در حال صعود و در حال رشد است و نقدینگی در حال صعود و در حال رشد است، باید کلیه راه‌های تأمین کسری بودجه متوقف بشه و فقط کسری بودجه منحصرا از محل فروش اوراق صورت بگیره. برای بازار سرمایه هم اتفاقا میشه راهکارهایی داشت که همزمان با فروش اوراق بازار سرمایه رو هم ببریم به سمت اینکه یک مقدار اعتماد برگرده و نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار سرمایه هدایت بشود. میشود که این دو را با هم انجام داد. پس من توصیه‌ام این هست که در سیاست گذاری بودجه فقط انتشار اوراق باشد، ولی از اون طرف هم باید سیاست گذاری پولی هم داشته باشیم. تا امروز سیاست گذاری پولی نداشتیم، 50 سال است نداشتیم. امیدهای ایجاد شده بود که ریاست محترم بانک مرکزی، جناب آقای همتی، تعهداتی داده بودند، قول و قرارهایی با مردم گذاشته بودند که اقدام به سیاست گذاری پولی بکنن. متاسفانه انجام نشد و یک حالت شعاری پیدا کرد. مثلا در سال گذشته ما یک چیزی داشتیم تحت عنوان هدف گذاری تورمی که اصلا با این ادبیات هدف گذاری تورمی در جهان در تناقض جدی متاسفانه قرار گرفت و نه فقط به اعتبار بانک مرکزی نیفزود، بلکه از اعتبار بانک مرکزی متاسفانه کاست. درسته. آقای دکتر، ممنونم ازتون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. خیلی صحبت‌های مفیدی بود. ممنونم ازتون. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و امیدوارم که سخنان کارشناسی به گوش مسئولان محترم برسد. همین شما رو خدای بزرگ استفاده. ممنونم. خدا نگهدار. همراهان عزیز، ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودین. لطفاً نظرات خودتون رو در قسمت کامنت‌ها برای ما ارسال کنید.